سلام، من مرضیه فیروز هستم و با قسمت 4 آموزش آرشیکد در خدمتتون هستم. خب در این قسمت میخوام بهتون یاد بدم چطوری از مبلمان‌های آشپزخونه استفاده کنید و بهشون متریال دلخواهتون رو بدید. من از قبل یه مبلمانی برای این رو انجام داده بودم، طبق حالا تصاویری که از این ویلا داشتم سعی کردم مطابق همون بیام و مبلمانو انجام بدم. یه نگاهی به تصاویر بندازیم. ببینید اینجا کابینت هایی که استفاده شده دستگیره نداره و تقسیم بندیش هم به صورت ستایی هستش. حالا میتونه این ستا دوتاش کشو باشه، پایینیش بازشو باشه یا یه فرمی باشه که فقط روی در کابینت هستش و یه لبه پایینی هم داره این کابینت. و کابینت های بالا هم که کابینت های ساده‌ای هست. بین کابینت ها مثلا یه چیزی حدود 70 سانت 60 تا 70 سانت بینشون، حالا میتونه طرح کاشی باشه، سرامیک باشه، سنگ باشه یا حتی هر متریال جدید دیگه‌ای که الان وجود داره مثل سمنت و حال هر چیزی. بین برای طراحی کابینت. من کابینت هایی که از قبل آوردم پاک میکنم و از اول کابینت میکنم. از قسمت مبلمان من روی آبجکت کلیک میکنم. قسمت کیچن کابینت رو انتخاب کنید. یه نام کیچن فرنیچر دارین. توی یه چیز خاصی نداره. فقط از همین بهتر که از همون کیچن کابینت استفاده کنید. ببینید اینجا یه کابینتی داره که داخل خود کابینت سینک داره. میتونید همین رو انتخاب کنید. فقط یه نکته که در این کابینت شما نمیتونید مثلا کشوتون تعدادش رو بیشتر بکنید، یه محدودیت هایی وجود داره. اما اگه بیاین از این کابینت های ساده و معمولی استفاده کنید که داخلش سینک قرار نداره، اون وقت میتونید هر دیزاینی که دوست داشته باشید برای کابینتتون انجام بدید. مثلا از این اگه بخواید استفاده کنید، این داخلش سینک نیستش. اون که داخلشون سینک هستش یه محدودیتایی توی طراحی داره. حالا من اول میام از این ستایی استفاده میکنم، بهتون نشون میدم که این چطوری میشه تغییراتی داخلش داد و بعد برای اون یک. خب اول ببینید تقسیم بندی تصویرمون چطوری هستش. به نظر میاد که یه کابینتی ما اینجا داریم که یه سینک از این زاویه که نگاه کنیم مشخصه. سینک ما آبچکون نداره، کنارش سینی نداره پس و سینک به صورت داخلی هستش. اگه دقت کنید همه اینا رو میشه توی آرشیکد ادیت کرد و اصلاح کرد. خب همینو من انتخاب میکنم. بعد از اینکه انتخابش کردم بعد دونه دونه همه اینا رو تغییر بدم. خب این پشت کابینتی هستش که میشه در واقع همون این محدوده میشه. ما اینو بعد توی کابینتمون رعایتش بکنیم. تو قسمت ستینگ، اولین قسمت کیچن کابینت ستینگ، کابینت. ارتفاع اینو بذارید مثلا روی 700 یا میشه 70 سانتی متر. بعد اگه بخواید که این لبه پایه داشته باشه، فول پایه باشه، ببینید اینم بذارید حالت سه‌بعدی که بتونیم ببینیمش. فول پایه باشه که فولو میذارید. اگه نه سیرکل بذارید پایه ها به صورت استوانه‌ای میشه. رکتانگولار مربع میشه. خب ما کلا با اینا کار نداریم. فول میذاریم که ما دور تا دور پایین ما لازم داریم که کابینت داشته باشه. فرمتش هم که بخواد نشون بده تو پلان میتونید انتخاب کنید. کابینت وسط گوشه از هر کدوم. فکر کنم اینو انتخاب کنیم بهتر، چون از این سمتش خط داشته باشه و از یک سمتش وصل بشه به کابینت های دیگه. برای متریالش میتونید پینت گلوسی رو انتخاب کنید که یه رنگ سفید براق هستش که مناسب هست. و برای پایه‌هاش هم میتونید همونج متریال بزنید، چون تو تصاویر همون بوده. الان متریال این لبه، پشت بغل ها و پایین یکی شد. دیگه چه چیزایی رو میتونیم اینجا ادیت کنیم؟ از این قسمت باز میتونید عمق کابینتتون رو مشخص کنید. نوعش کانتری باشه یا کابینتی باشه. فعلا ما کابینت میخوایم. پس کانتری رو کاری بهش نداریم. تنظیمات رو بازنگ رو کابینتی. عرضش هم 1500 تاست. یعنی از اینجا تا اینجا 1500 تاست که تقریبا مناسب کار ماست. بعدا میتونیم کمترش هم بکنیم. حالا اول انجام میدیم این تغییرات رو و قدش هم که 90 تاست که 900 در واقع میلیمتر میشه. اوکیه. شلواش هم میتونید مشخص کنید چند تا داشته باشه، یعنی چند تا قفسه داخل کابینتتون موجود باشه. نوع شیر آبش هم مشخص کنید اینجا. همین استایل یک از همه مناسب تر و بیشتر شبیه عکسمون هستش. نوع سینک هم اینجا مشخص کنید. مثلا ما الان سینکی که توی تصویر داریم می‌بینیم مثلا میتونه دو لگنه باشه و بدون سینی هستش. بعد آندر ماونت بزنی
که بیفته داخل چیز و این لبه در واقع این سنگ کانت، سنگ کوریانی که حالا روی کابینتتون میاد یا هر سطح صافی که روی کابینتتون هستش، این سیب داخل اونجا بیفته و این لبه هاش هم بیرون نزنه. من تا اونجا که تو تصویر دیدم کابینتامون هم سطحه و لبه بیرون زده نداره این سنگ روش، پس اونم میاریم میذاریم صفرش میکنم اینجا و این لبه های رو دیگه نخواهد داشت. پس متریالش هم بذارید روی همه این متریال ها یکی باشه. پینت سفید درخشان رو بذارید براش. دیگه میمونه قسمت درها. استایل درتون هم همون استایل ساده رو انتخاب کنید که از همه بهترم هستش. اگه لبه هاش رو بزنید که اینطوری باشه، لبه ها رو گرد میکنه، خیلی نیازی بهش نداریم. تعداد کشوهاش هم مثلا من گذاشتم رو 3 کشو. ارتفاع میتونه از 130 شروع بشه، 13 سانتی باشه مثلا یا بیشتر. میتونیم 250 هم بذاریم ببینیم چطوری میشه. 25 سانتی یه ذره زیادی بلند شد، 20 سانتی خوبه، 200 میدم. و جنس متریالش هم رنگ سفیدی که برای بقیه گذاشتیم یکی میذاریم. البته میتونید سطح روی کابینتتون رو مثلا بیاین از کانترتون مثلا یه سنگ بذارید، سنگ ماربل سفید بذارید که شاید قشنگترم بشه. اینجا هم دیگه ما دستگیره لازم نداریم، حذفشون میکنم. دابل فیس هم لازم نیستش، حالا بذاریدم بد نیست ولی خیلی کار خاصی هم انجام نمیده. این هم اندازه سینکتون هستش، خود اون در واقع داخل سین. اوکی میزنم و کابینت هم رو میارم اینجا. محدوده که قرار بگیر زاویهش رو مشخص میکنم و عمقش هم میزنم 600. عرضش شده 1500 تا کافیه و این گوشه میارم میزنم. از اینجا حالا یه فاصله باز باید بدیم چون از دیوار طبق عکس ها فاصله داره، 400 تا جا به جاش میکنم. این خط بغل رو نکشیده، حتما باید اینو انتخاب کنیم و بگیم که اینجا که لبه روش رو میتونید یه ذره گرد باشه. اینجا این هم انتخاب کنید که مثلا میتونه کامل بکشه یا از یه طرف حداقل لبه داشته باشه. این هم میزنم اوکی رو میزنم، کامل کشید برام. حالا برم تو تیردی ببینم چه شکلی شد. ببینید داخل افتاده سینک، دو قلو هستش، روی متریالش ماربله و بقیهش. حالا اگه اینجا دقت کنید میبینید یه کشو رو کشیده، بقیه کشو داخلی هم و کابینت رو نمیتونید هر کاری هم بکنید نمیتونید اینو تغییرش بده. و چون ما مدل کانتری زدیم این ورش هم داره نشون میده. اگه مدلش رو کابینتی کنید دیگه پشتیش رو نشون نمیده. این دابل فیس رو بردارید که پشتش رو دیگه نشون نده. خب این از این. حالا اگه بخوایم اینو تغییرش بدیم و از اون مدل های ساده بیاریم که مثلا سه حالت کشویی نشون بده یا سه تا پنل باشه چی کار میکنی؟ من اینم بگم و بعد بریم سراغ بقیه مبلمان. از اینجا من میام و اینو انتخاب میکنم، این سه تا کشو رو انتخاب میکنم. باز اینجا اینو میذارم رو 700، میام رو حالت کانتر یا حالا فرق میکنه کابینتم بذارید خوبه. عمق 600 تاست، اینا همه اوکیه، فقط اینم بذارید روی رنگ درست. اینم صرف فول نشون بده، روشم که حالت گرد داشته باشه، اینم صفر باشه. و اینجا پلاستیک ها رو هم بذاریم روی پینت گلوزی. حالا اینجا اگه نگاه کنید سطح کانتر رو باید اینم برداریم تیکش رو، فقط بریم اینجا سطح روی اینجا رو هم باید بذارید روی استون ماربل سفید که مثل بقیه بشن. اینجا هم که لبه های دورش رو سطح کامل نشون بده. خب اینجا درش هم حتما باید رنگش رو تغییر بدیم. بریم تعداد کشوها رو مشخص کنیم یا ارتفاع کشوها رو.
لبه ها رو که لازم نداریم. اینجا تعداد کشوها رو داره نشون میده، 4 تاست، ما 3 تا بیشتر لازم نداریم. باز تصویر رو نگاه میکنم اگه تعداد رو درست گفته باشیم. آره 3 تا کشو داره. 3 تا هست. حالا مدلش چطوری باشه؟ به صورت کاستم بذاریم که ارتفاع رو خودمون تنظیم کنیم. ببینید الان 253 253 اینم دیگه خودکار قفله. اگه من اینو بذارم مثلا روی 200 و اینو بذارم روی 300 310 تا 350 تا شاید از همه بهتر باشه. و اینم بذاریم روی 220 تا. اون وقت این دیگه تنظیم میشه. این اولی عدد از همه کوچیک‌تر باشه. طبق تصاویر اولی و دومی هم اندازه، سومی از همه بزرگتره. پس میتونیم اینم بذاریم. به این دوتا عددشون باید یه چیزی وسط 205 اگه بذارم جفتشون هم اندازه میشن. میتونم به جای 205 بذارم روی 200 اینو بذارم 360 عدد این دوتا 20 سانتی بشه و این بشه 36 سانتی. خب اوکیه. اوکی میزنم و میارمش اینجا باز مثل همون. عدد 600 رو تایپ میکنم، قدشم میرم اینجا قرارش میدم. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب من میتونم اینو حذفش کنم چون نمیخوام، میخوام دقیقا این هم تصویر بشه، دیلیتش کنم و متریال این پشتی رو متفاوت بذاریم. انتخابش میکنم، متریال قسمت سرفیس پشت رو ما عوضش میکنیم. میذارم روی متریال اینو مثلا بذاریم روی ماربل صورتی، خیلی شبیه از لحاظ بافتی شبیه اونه، فقط رنگش فرق میکنه. ماربل صورتی میذارم، اوکی رو میزنم، درست شد. حالا اینو میارم اینجا قرارش میدم. ارزش اول چک کنیم ببینیم ارزش درسته. 1200 تا هستش. برای کابینت سینکمون مناسب هستش 1200 تا. 600 تام جابجاش میکنم از این پنجره و ازش میتونم کپی بگیرم. کنترل رو میزنم، درگش میکنم، بعد کنترل رو میزنم، یک کپی میگیرم. حالا میخوام توی این داخل یه سینک قرار بدم. برای این کار چی کار میکنم؟ نکته مهمه مبلمان آشپزخونه الان اینجاست. توی این کلیک میکنم آبجکتمون و میرم از این قسمت سینک رو میارم. فقط سینک رو سرچ میکنم چون بعد بگردم پیداش کنم. این روی این سینک جنرال میزنم. همون استایل سه خوبه، مناسبه. میتونید یه قلو یا دو قلو انتخاب کنید، فرقی نمیکنه. بدون سینیاش هست دیگه. شیر آبشم اینجا اینو انتخاب میکنم و مثلا متال کروم اوکیه. این متریالاشم خوبه، اینا رو لازم نداریم. تیکه اینو بردارید، اینو برای موقعی هست که شما تاسیساتم ترسیم میکنید، ولی ما فعلا داریم مدل میکنیم. سینک رو میارم و اینجا قرارش میدم. عمقش رو میزنم 550 تا. اینتر رو میزنم. ارزش چقدر شده؟ 83 سانت. اینم میذارم مثلا روی 850 تا میذارم. ارتفاعش هم 700 تا از کفه. حالا فعلا میارم این گوشه قرارش میدم که بتونم ببینمش. جای قرارگیریش درسته از لحاظ ارتفاعی، فقط یکم گوشه تر بعد بره. ببینیم تو تصویر به چه صورت هست. همونجوری قرارش این ورتر قرار گرفت، اون کابینت اون سمت نیست، بیشتر نزدیک این ور. انتخابشون از گوشه ها اینو بیاید این گوشه قرار بدید که این ورش کابینتی باشه. حالا میتونید عرض اینم از این ور یه ذره بیشترش کنید. اینو بذارید روی درگش، مثلا بذارید روی 1400 تا خوبه. پاسش از دیوار که مناسب بود. خب حالا چیکار میکنیم؟ اگه تیریدی رو نگاه کنید داخل این پره و سنگ، در واقع سنگ کابینت روی کابینت داخل لگن سینگو پر کرد. چی کار باید بکنیم؟ اینو انتخابش کنید، رایت کلیک کنید و اینجا قسمت کانکت روی سالید المنت رو انتخاب کنید. اینی که انتخاب هست به عنوان اپریتر بزنید، بزنید اد از اپریتر. بعد یک کلیک روی این کابینت انجام بدید تا این از این حالت خارج بشه و اینو بزنید از تارگت و
اینم بذارید رو قسمت همینی که سابتراکشن باشه. اکسکیوت رو بزنید و نتیجه رو ببینید. ببینید هست که اونو از توش در آورد. این مراحل رو خیلی با دقت انجام بدید که اشتباه نشه. پس اپراتورتون میشه سینگ و تارگت یا هدف میشه کابینه. این دوتا اگه درست انتخاب کنید و در نهایت سابتراکشن رو میذارید و اکسکیوت رو میزنید. مهمترین قسمتش همین بود. حالا بریم سراغ گاز و سینک و گاز و فر. خب اینجا نگاه کنم فر و گاز با هم زیر همدیگه قرار گرفتن، یه کابینت هم بینشون فاصله هست. برای اینکه بیایم اینجا یه گاز قرار بدیم، این فاصله باید یه ذره این کابینت رو باید جابجا کنیم. اندازه حالا مثلا 600 تا بره بالاتر و برای ما جای یه گاز رو خالی بذاره. این الان اندازه 60 سانت یه گاز اینجا هستش. حالا شاید هم یکم بیشتر بشه. عرض این کابینت هم 900 و 800ش میکنم که یکم گازی که میذاریم اونجا بزرگتر بشه. اجاق گازمون بزرگتر بشه. بشه 700 تا فاصله گاز. خب برای قرار دادن گاز قسمت اپلیکیشن ها، نه همون فرنیچر، تو قسمت فرنیچر کابینت، کیچن کابینت، از قسمت کیچن کابینت این گاز رو انتخاب میکنم، گاز کابینتی. متریالش هم مثل همون میذاریم روی این اینه هم قبلی ها. متریال رو مثل همون رو مشخص میکنم، پایش رو سفید برمیدم. اینم میذاریم روی 700 تا. نوع گازش هم مشخص کنم. اینجا انواع اقسام گازها رو، گازهای رومیزی رو داره. میتونید مثلا اینو انتخاب کنیم. تقریبا گاز قشنگه ولی خب اون رویه ها رو نداره. اینو انتخاب کنیم فکر کنم بهتر هست. حالا به متریالاش کاری نداریم چون بعدا باید بریم عوض کنیم. کانتر رو میذاریم روی استون ماربل سفید، سنگ ماربل سفید. این پشتیشم بکشم ماربل صورتی میذاریم، پینک میذاریم. حالا بریم کشوش هم انتخاب کنیم. نوع فرش هم حالا از کدوم باشه، این باشه یا اون باشه، فکر کنم این بیشتر بهش میخوره، دردار باشه یا اوونشونشون میده یا هیچ کدوم که نه نمیشه، این خوب نیست، این میذاریم. و در چیزم که نداره، دستگیره هم نداره، متریال فقط میمونه متریال درمون که اینجا بوده و باید بذاریمش روی سفید. حالا اوکیش. اوکی رو میزنم و اینجا قرارش میدم. از اینجا میارمش. اینجا الان 600 تاییه. میتونیم ارزش رو بیشتر کنم. بذاریم روی 700 تا. جا به جاش کنم. اینجا قرارش بدم. ببینید چه شکلی شد. فقط این داخل رفته دیگه. باید حواسمون باشه که این انتخابش کنم. و قسمت کابینت اینجا که 50 تا رو اینو صفر بذاریم اینجا که کابینه هم عرض کابینت همون بشه. خیلی اگه اینجا هم نگاه کنیم تو تصاویر تقریبا هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ قیافه و شکل شمایل شبیه همون چیزی که میخواستیم شده. بریم برای ساخت کابینت های بالایی و قرار دادن یه یخچال. حالا که یخچال ما داخل کابینت چونقه رفته، باید اینجا رو یه کابینت بذاریم، نمیتونیم یخچال بیاریم بذاریم. پس از اینجا دوباره اینم انتخابش کنیم بذاریم و دیگه تموم بشه. اینجا یه همچین چیزی اینجا قرار گرفت. حالا باز ببینیم دو لنگت یا دوتا در داره یا تک دره. یه تیکت صاف ساده است تا بالا رفته، پس دو قسمته نیست. حالا همین انتخاب میکنیم، قسمت بالاش رو حذف میکنیم، آپر کابینتش رو بر میدارم، متریال ها رو این همون میذاریم، همه چیزش رو باید سفید بذاریم دیگه. اینجا استایل درش هم سفیده، این هم میذاریم رنگ سفید و دستگیری درش هم بر میداریم. اینجا تا اینجا باید تا اینجا بهتر سیم بشه. این هم از این قدش رو فقط باید بکنم بلندتر در نظر بگیریم. 2200 تاست. اگه کابینت های بالاییمون این الان 2100 تاست، بکنم 2400 تا خوب باشه براش. این چون باید هم ارتفاع کابینت های بالاییمون بشه. اینجا میام و حالا کابینت های دیواریمون رو قرار میدم. از این قسمت کابینت های دیواری رو انتخاب میکنم، این ستایی رو انتخاب میکنم یا دوتایی، بستگی داره ببینیم پایینی ها تقسیماتش چجوریه، این همون رو باید بذاریم. اگه پایینی هامون تقسیماتش مثلا دوتاییه، الان اینجا نگاه کنید
اینجا میتونه ستایی قرار بگه، بالا اینا ستایی قرار بگه، برای این یه دونه دیگه جدا. به تصاویر ببینیم اینجا اینطوریه، تقریبا اینا هم راستا هستن. میتونستیم اینجا هم دو تا کابینت جداگونه در نظر بگیم، سینکمون هم اونجا تک قلو هستش. حالا خیلی این چیزا مهم نیست، باز ادیت دست خودتونه، هر چقدر دوست داشتین میتونید ادیتش کنید. بریم برای کابینت های بالایی و یه کابینت ستایی بیارم اینجا قرار بدم. 300 هست عمقشون، ارزششون 1500 تاست، داخلش هم گفت دو تا شلف داره. اینم هم همه رو بذارید رو رنگ سفید دور تا دورش، و اینجا هم درش که استایل ساده است، چوب نباشه، همون متریال باشه و قسمت اینجا هم حذفش کنیم. اوکی میزنم، میام و بالای اینجا یه کابینت ترسیم میکنم. طوری شده فقط لازه ارتفاعی بعد 10 سانتی فکر کنم بره بالاتر. الان 750 تا قدش 1500 تا فاصله داره، چون ما اینجا رو گذاشتیم بو 700 و 1600 تا بشه. الان درست شد. نای ستا تا اینجا ستایی میاد. نیمایی درسته درسته تقریبا. حالا اینجا ببینیم تقسیم بندی این ورش چطوریه؟ این بر دوتاییه. پس یه دونه برای این بعد بذارم که جداگونه است، یه دونه هم اینجا، چون این بعد داخلش هود بره. برای بالای گاز یه دونه تکی میذارم، یه دونه تکی هم برای اون بر میذاریم. از این انتخاب میکنم. با متریالاشو درست کنید و یه دونه اینجا از اینجا تا اینجا تا اینجا و یه دونه اینجا قرار میدیم. بعد انتخابش کنید دیگه، ارتفاعشون رو درست کنید. همینجا ارتفاعش بشه یعنی قدش از زمین بشه 1600. بریم تو تیردی ببینیمشون. حالا اینجا بعد یه دونه براش از این زیر اگه نگاه کنید، متیتش کنم از این زیر اگه نگاه کنید، اینجا الان باید براش یه دونه هود بذاریم. از قسمت آبجکت ها هود انتخاب میکنم. فرنیچر من قسمت اپلیکیشن میرم و هود انتخاب میکنم. روی اینکه کلیک کنید دو مدل هم داره، هودای مدل های مستطیل اینا و این مدل ها. هر کدوم انتخاب کنید مثلا این مدل شاید به کار ما بخوره. تنظیمات خاصی نداره، فقط متریال داره، اونم که قسمت سرفیس هاست هست. فقط متریال داره که هم تو قسمت مدل میتونید متریالشو بدید، هم تو قسمت اینگ اگه اینجا برید متریالاش اینجا هستش. اوکی فعلا میزنم میارم، اگه خواستیم تغییر میدیم. از اینجا تا اینجا و تا اینجا باشه. جابجاش کنیم، بیایم اینجا بذاریم. الان اگه نگاه کنید اندازش با کار ما جور درمه، بعد درگش کنید، کوچیکش کنید. از این برم زخامتش هم به اندازه‌ای که ما میخواییم بیشتر هستش. بریم تو تیریدی بریم چه شکلیش، احتمالا تو ارتفاع هم از ارتفاعی هم جاش درست باشه. 1600 تا بذاریم ببینیم آیا درست میشه یا نه. خب اینجا قرار گرفته. یه روتکت میزنم ببینم به چه شکل هستش. که کابینت های بالایی ما همه رو باید انتخاب کنیم، زخامت کابینت هامون رو زیاد کنیم که مناسب بشه. سی تایی کمه برای کابینت. اینو میذارم روی 350 تا. فکر میکنم الان مناسب تر هستش. حالا باز برای هودم همین روش رو انجام میدیم. اینجا که دیگه باز سالید المنتمون، اینا کابینت رو انتخاب کنم به عنوان تارگت و هود رو انتخاب میکنم به عنوان اپریتر. درست شد. اینم از مبلمان آشپزخونه. حالا یه دونه اینجا میز کانتری داریم و دوتا میزم که کنار، دوتا صندلی کنار پنجره که تو تصویر میبینید. اینا صندلی ها، میزش و یه میز کانتری که اینجا هستش. بریم میز کانتر هم انتخاب کنیم. فرنیچر رو بازش میکنم، آبجکت همون رو باز میکنیم و قسمت کابینت و شلف بریم ببینیم چیا داریم، یه چیزی که داریم به درد این کار میخوره یا نه. تا قسمت کابینت شلف یه کابینت این شکلی داریم. اون چیزی که ما اینجا داریم من فکر کنم سه تا تقسیم ده شده، پس سه تا در بعد باشه. اینو میذارم رو سه قسمتیش.
پایه هاشم پایه مربعی بلاک هست. اوکیه، همین رو میذاریم. این مدلی داره، پایه های مختلف داره تو این پایه میذاریم. و جنس پایش هم چوبه، بعد کلن چوبه تیره‌ایه. پس همه رو من میذارم روی همین چوبه والنات که در واقع چوبه گردو میشه. نوع پنلاش هم دراش رو بیاین از اینجا نوع پنلا رو انتخاب کنید و ببینید چه پنلی دوست دارید. خب یه چیز شبیه ایناست یا میتونه اینطوری باشه. باز همه اینا متریالاش رو بذارید یا لوبرداراش رو بذارید. این هم میتونه باشه. بذارید روی والنات. همه رو بذارید روی والنات که تیره بشه. باهاتون هم میتونید گرد بذارید، خوشگلتر میشه. خب اون یکی پنلتون هم همینطور بذارید روی این قسمت و این فکر میکنم. دستگیره‌هاش هم فکر میکنم این مدلیه یا از این جنسه. اینا هست، این مدلی که نمیخوایم، سیلندرینا از این مخفی‌ها هستش که مخفی‌هاش هم چند مدل داره. روی این میذارم و میریم اینجا. یه دونه دیگه وود داریم اینجا، اینم میذارم دیگه همین متریال. هم اوکی شد دیگه، تقریبا همه چیزش هم چیزی که میخواستم شد. فقط اندازش میمونه، بریم اندازش هم مشخص کنیم. عرضش میذارم رو 1500 تا چون میز بزرگه تقریبا. عمقش هم یه میز فکر کنم عمق 750 تا رو داره. ارتفاعش هم 70 تا 90 بشه، همون 900 تا یا 90 سانتی متر باید باشه. اوکی رو میزنم و اینجا قرارش میدم. 800 تا بهتر عمقش. اینجا فکر کنم باید معکوس بشه، درش اون سمت هستش، این باید میرور بشه. 1700 تا ارزش 1700 تا فکر میکنم مناسب هست. عدد ها رو باز تغییر دادیم، یه چیز شبیه این شد. شاید هم باید بیشتر کنیم در عرض درش رو. پایه هاش هم پایه های زخیم تری، بعد بریم پایه ها رو هم انتخاب کنیم و زخیم ترشون کنیم. بریم قسمت پایه ها، لگ تیکنر اینو بزنید، تیکر لگ و حتما تیکش رو بزنید که پایه های زخیم تری بهتون بده. ارزش هم براتون الان اینجا نوشتم، مثلا این دوتای کشوییه، این هم ترابر بشه این مدل. حالا ببینیم توی چیز چطوره. شلف باشه، یه قفسه باشه، نه ببینیم چطوری شد. یه ذره بعد بکنم بزرگتر بشه باز میزمون از لحاظ عرضی. 2200ش میکنم قشنگ تر بشه. خیلی شبیه اون چیزی بود شد که تا حالا تو تصویر دیدید. به همین صورت برای تغییرش بدید تا شبیه چیزی باشه که حالا تو پلانم ببینیمش دیگه. آره دیگه، یه میز قطوره، هم امتداد یخچالم قرار گرفته. بعد جا به جاش کنیم، موبش کنیم، بیاریم اینجا و از اینجا حدود مثلا 1500 تا فاصله بدیم که جای رفت آمدمون هم بمونه. از این برم ارزش هم 800 تا باید یکم بیشتر بشه، بشه 900 تا که قشنگ یه میز خوب باشه. فکر میکنم دیگه مناسب شد تو طراحیش همه چی. اینجا ما رو دیگه میزه صبحونه خوری رو بذاریم اینجا و مبلمان آشپزخونه تموم بشه. از قسمت تیبل اینجا من میز مورد نظرم رو انتخاب میکنم. ببینیم اصلا میز شبیه اون داره یا نداره که قطعا داره. این میزا هستش. میزی که استفاده کرده یه میز سپایه است، فلزی شیشه یار. خیلی میز قشنگی نیستش، میتونید میزای خوشگلتر پرش بذارید، ولی خب اگه بخوایم این خودش طراحی کنیم یه چیز شبیه اینه، فقط باید پایه هاش تعدادش کمتر بشه که مثل این که توی این تنظیمات نداره. توی این همین میز رو انتخاب کنیم چون از همه بیشتر شبیه میزی هست که استفاده شده. اوکی اون میزنم و اینجا قرارش میدم. جا به جاش میگم میز تقریبا چسبیده به شیشه است و دوتا صندلی داره. دیگه صندلی ها به سلیقه خودتون برید و دوتا چیر انتخاب کنید.
میتونید از اینا استفاده کنید، از اینا و این. شاید این از همه بیشتر شبیه باشه، فقط سیتشو بزنید که به این صورت هم باشه که پایش هم نوع پایش هم مشخص کنید. اوکی بزنید، متریالش هم بعدا میتونید تغییر بدید. بچرخه و قرینش هم رو میرور میزنید، کنترل رو بزنید و وسط این دایره رو تقریبا پیدا کنید. به چرخونیدش تیردیش رو ببینیم. خب تقریبا شبیه هم چیزی شد که در تصاویر میدیدید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. کانال من رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم فراموش نشه.